خب سلام و صبح خیر بچه ها، من بحثمو شروع میکنم دیگه. یه مقدار سریع ممکنه پیش بریم چون مطالب بیشتر حفظی، قسمت ها یاد گرفتنش ها یه مقدار مکس میکنم. رفتار به چی گفته میشه؟ تعریفی که از رفتار میتونیم داشته باشیم چیه؟ کتاب تعریف که ارائه میده از رفتار به این صورته که رفتار یه پاسخ میتونه باشه به یه محرک یا چند تا محرک. الزامی نیست یه محرک در کار باشه، میتونه بیش از یه محرک در کار باشه. من مثال میزنم، ممکنه شما صدایی را بشنوید، ممکنه نه. ببینید، فرض بگین حالا یه سگی به سمتت اون میدوه، دارید میبینید، دیداری هم صدا هم داره میکنه، هر دو تا را با هم دیگه، یا چندی محرک. خب حالا میتونید یه واکنش بدید، مثلا بدوید، میتونید مجموعی از واکنش ها را انجام بدید، یه فریادی هم بزنید دنبال خودش. این میشه یه رفتار. شما به یه محرک یا مجموعی از محرک پاسخی نشون دادید، یه واکنش یا مجموع از واکنش نشون دادید، این میشه رفتار. و ما میخوایم بررسی بکنیم. کتاب یه سری رفتارا اینجا مثال میزنه، مثلا فرض بگیرین لانه سازی در پرندگان. میخوایم بررسیش بکنیم ببینیم این رفتار چه ویژگی‌هایی داره. حالا بعدا صحبت میکنیم که رفتارها یا غریزی هستن یا یادگیری. رفتارهای غریزی خب یادگیری درشون هیچ نقشی نداره، رفتارهای حاصل یادگیری یه بخش غریزی دارن که حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم. مثلا میگه گوزها از شکارچی میگریزن، محرک پاسخی که به محرک میده. یا ممکنه بگین آقا قمری خانگی که داره جمع آوری شاخه رو میکنه برای لانه سازی، این محرکش از کجا میاد؟ بچه ها ممکنه محرک از داخل بیاد، یعنی محرک الزام از بیرون نیست، از داخل ممکنه یه تغییرات هورمونی رخ بده و در نتیجه یه رفتاری نشون داده بشه. خرسای قطبی میگه خواب زمستانی دارن، اینم یه رفتار حساب میشه. سارها مهاجرت میکنن، بازم یه رفتار حساب میشه. بچه ها محرک ها به دو گروه تقسیم میشن، محرک های بیرونی مثل بور، رنگ، صدا و تغییر دمای محیط، تغییر طول روز. آقا مثلا سال قبل خوندیم با تغییر دمای محیط گیاهان یه سریشون گلدهی واسه شون اتفاق میفته، اینم رفتار حساب میشه. بله بچه ها در گیاهان هم ما رفتار داریم، ولی کتاب خیلی بررسی نمیکنه چون گیاهان هم پاسخ به محرک میدن، یه سریشون پاسخ به تغییر طول روز میدن، گلدهیشون وابسته به تغییر طول روزه. اگه یادتون باشه داوودی مثلا چنین ویژگی ها داشت، یا حتی تغییر طول روز و دمای محیط. ما برای رهاسازی همزمان اسپرم و تخمک ها در جانورانی که لقای خارجی داشتن داشتیم، اینم رفتار حساب میشه. پس یه سری محرک های بیرونی هستن. بچه ها یه سری محرک هم هستن که محرک درونی حساب میشن، یه سری محرک هم محرک درونی حساب میشن. مثلا تغییری که در هورمون ها در یک شخص رخ میده و در نتیجه یه سری رفتارهایی بروز میکنه. حتی گفته میشه مثلا فرض بگیرین اشخاص اصطلاحا میگن مودی که دارن، مثلا یه حالت درونی ناراحتی، افسردگی، غم، این یه بخشش میتونه هورمونی باشه، یا میزان گلوکوزی که در بدن جانور میزانش تغییر بکنه میتونه روی رفتارش تاثیر بگذاره. پس میتونن محرک ها بچه ها درونی باشن، اینا درونیه. میتونن محرک ها چی باشن؟ بیرونی باشن. خب حالا بریم یه سری رفتارا بررسی بکنیم.
اینجا میگه جوجه های برخی از پرندگان، و چون همه پرندگان این ویژگی ها الزاما ندارن، برای غذای مورد نیازشون به والدین خودشون یا والد خودشون متکی هستن. میتونن هر دو تا به اون جوجه غذا برسونن، میتونه مثلا یکی از والدها باشه که غذا بیاد بهش برسونه، که حالا بعدا صحبت میکنیم که معمولا اینجوریه که ماده میخوابه مثلا فرقی روی تخم، نر میره دنبال غذا، غذا میاره برای ماده و برای جوجه. حالا در مورد جوجه کاکایی رفتار مثال میزنه، میگه وقتی که مثلا فرض بگی اون والد اومد سراغش، نوک میزنه به منقار والدش و در پاسخ به اون والد ماده چیکار میکنه، حالا یا نر فرق نمیکنه، اون والد چیکار میکنه؟ میاد بخشی از غذایی که خورده و داخل چینه‌دان ذخیره کرده را میاره بالا به بچهش میده. حالا این رفتار، بچه ها دقت بکنید تو هر مورد کدوم رفتار را میگه، آیا رفتار غذادهیه والد اینجا میخواد صحبت بکنه؟ نه، رفتار جوجه را میخواد صحبت بکنه. میگه جوجه بعد از اینکه از تخم اومد بیرون این رفتار را انجام میده، به منقار والد نوک میزنه. سوالی که اینجا مطرح میشه، آیا فرصتی برای یادگیری این رفتار بوده؟ نه، قبلش توی تخم بوده. بنابراین این رفتار رفتاری است که میگیم 100% رفتار غریزی حساب میشه. رفتارهای غریزی بچه ها برنامه ریزی ژنی دارن، یه سری ویژگی های مشترک بینشون وجود داره، برنامه ریزی ژنی دارن، اساس ژنی وجود داره و در افراد متعلق به یک گونه که این رفتار رو بروز میدن به یه شکلی بروز میکنه. منشأ رفتار جوجه کاکایی چیه؟ میگه جوجه پس از بیرون اومدن از تخم این رفتار رو انجام میده. پس آیا این رفتار همانند ویژگی های بدنی جانور ژنی هست که در ادامه متوجه میشیم چنین ویژگی داره؟ حالت ژنی، برنامه ریزی ژنی واسش وجود داره. خب پژوهشگران اومدن یه رفتار دیگه را مطالعه کردن. بچه ها این رفتار اسمش هست رفتار مراقبت مادری در موش ها، اومدن بررسیش کردن. در مورد موش ها بعدا صحبت میکنیم. خب موش ها جزء پستانداران هستن، یه سری ویژگی هایی دارن. یکی از اون ویژگی ها اینه که ماده غیر از اینکه بچه را به دنیا میاره، بعدا مراقبت ها را هم به عهده داره. بیشتر پستانداران اینجوری هستن، بعدا صحبت میکنیم به همین جهت پستانداران بیشترشون نرها چند همسری هستن، یعنی چند تا ماده حالا میتونیم بگیم در کنار یک نر دیده میشه در اغلب پستاندار. گفته ارتباط این رفتار مراقبت مادری یا با یک ژن بررسی کردن به نام ژن B. حالا این رفتار رو میخواد توضیح بده. میگه موش ماده طبیعی اجازه نمیده بچه ها دور بشن و بچه ها رو به سمت خودش میکشونه. ابتدا نوزادان را وارسی میکنه. حالا وقتی وارسشو میکنه اطلاعاتی به مغزش میرسه، اطلاعات به مغزش میرسه، نتیجه ژن بی در یاخت‌های مغزش فعال میشه. نتیجه این فعال شدن، خب وقتی یک ژن فعال بشه دستور ساخت داده میشه. حالا تو این مورد دستور ساخت پروتئین الزامی نیست، قبلا صحبت کردیم یک ژن دستور ساخت پروتئین رو بده، میتونه آرآرنه باشه تیآرنه، تو این مورد دستور ساخت پروتئین که نتیجهش تولیده مثلا فرض بگی یه سری آنزیمه، یه سری پروتئینه، حالا میتونه غیر آنزیمی هم باشه فرق نمیکنه بسته به موردش، نتیجهش آنزیما و ژن‌های دیگری را فعال میکنه، مجموعه از ژن‌ها فعالیتشون به راه میفته، این رفتار بروز میکنه در مغز جانور، فرآیندهای پیچیده‌ای به راه میفته، در نتیجه رفتار مراقبت مادریانشون میده. حالا اومدن تستش بکنن ببینن آیا واقعا این ژنتیکی، ژن بیا غیر فعال کرد، دیدن موش های ماده ای که ژن های جهش یافته یا داشتن، یعنی در این ژن جهش ایجاد کردن، بچه ها وارسی ها انجام میدن. این خیلی مهمه، ژن بی پس کاری به وارسی نداره، یه گشتی تو بچه ها میزنه
ولی نادیده میگیرن بچه ها رو، مراقبت مادری انجام نمیدن. پس من تأکید میکنم اون وارثی ربطی به ژن بی نداره، وارثی انجام گیره ولی مراقبت مادر این که بچه ها رو به سمت خودشون بکشونن رو انجام نداد. به این ترتیب مشخص شد رفتار مراقبت مادری. بچه ها این رفتار رو دقت بکنین، مادر انجام میده، در مورد کاکای جوجه انجام میده. این رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژنی داره. خب رفتار مادر در مراقبت از فرزندان یه رفتار غریزی اساس ژنی داره. اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسانه. بچه ها این جمله نمیگه همه افراد یک گونه حتما این رفتار رو نشون میدن، مثلا نرها نشون نمیدن. پس منظورش چیه؟ منظور اینه افراد یک گونه ای که این رفتار رو نشون میدن، مثلا در کاکایی در جوجه ها اساسش مثل همه، همشون نوک میزنن به منقار مادر، یکیشون نمیاد نوک بزنه به مثلا فر بگیر گردن مادر، دم مادر، یه جای دیگه نمیاد نوک بزن. زیرا ژنی و ارثی، زیرا ژنی و ارثی است. خب رفتار جوجه کاکای برای به دست آوردن غذا. بچه ها مثالاشا دقت بکنید، خیلی مهمه. لانه سازی پرنده ها، رفتار مکیدن در شیرخواران. بچه ها ممکنه بگید آقا رفتار مکیدن شیر در نوزادانم قبول، فرصتی برای یادگیری وجود نداشته. کتاب دون میگه لانه سازی پرنده ها غریزیه و رفتارهایی که اینجا میگه 100% غریزیه، مجبورید قبول بکنید. اگر جایی دیدید که میتونه یادگیری مثلا فرویگی بحثش مطرح باشه، بچه ها اون یه بحث دیگه است که مثلا پرنده باید لانه سازی ها انجام بده، این میگیم یه رفتار غریزیه. ولی حالا بعدن صحبت میکنیم همین لانه سازی میتونه ماهرانه تر از پایه غریزیش هم انجام بگیره، این خیلی مهمه. مثلا جوجه کاکایی نوک میزنه به منقار مادر، به مرور این رفتار بهتر میشه. وقتی این رفتار تغییر میکنه بهش میگیم یادگیری. پس خام اون رفتار میشه غریزی، 100% غریزی، و رفتار وقتی تغییر میکنه حالا از این به بعد دیگه میگیم یادگیری. پس یادگیری یه واژه خیلی مهم درش وجود داره، تغییر رفتار. آقا الزاما یه رفتار باید غریزی باشه تا بگیم تغییر بده و در نتیجه بگیم یادگیری رخ داده؟ نه، میتونه خودش حاصل یادگیری باشه. مثلا شما دو چرخ سواری یا نمیتونید بگید یه چیز غریزی یادگیری، ولی دو چرخ سواریتون تغییر بکنه بهتر بشه، اونم یادگیری حساب میشه. پس ببینیم یادگیری چیه. تعریف یادگیری بچه ها دوتا ویژگی خیلی مهم داره، یک تغییر در رفتار، دو حاصل تجربه است. پس دوتا کلید واژه داره، تغییر در رفتار، هر کجا دیدین گفتن یه رفتاری تغییر کرده بدونید یادگیریه. پس تغییر در رفتار و حاصل تجربه باشه. مثلا رفتار جوجه کاکای حاصل تجربه نیست. آقا رفتار مراقبت مادری در این موشی که صحبت کرد، اینم حاصل تجربه نیست. آقا رفتار لانه سازی پرندگان، اینم حاصل تجربه نیست. اینم حاصل تجربه نیست. خب در رفتار درخواست غذا، نوک زدن جوجه کاکای به منقار والد در ابتدا دقیق نیست، چون ابتدا 100% غریزی، ولی به تدریج و با تمرین این رفتار دقیق تر میشه. حالا دیگه داره یادگیری روش نقش ایفا میکنه، اثر میگذاره، با تجربه، تکرار، تمرین داره تغییر میکنه. پس از این به بعد میگیم دیگه یادگیری. هرچه جوجه دقیق تر نوک بزنه، والد سریع تر به درخواست غذاش پاسخ میده.
غذا را سریعتر بهش میده. بچه ها اینا در ادامه میگیم یه مدل یادگیریه که اصطلاح هم بهش گفته میشه شرطی شدن فعال یا آزمون و خطا، که اینجا با پاداش جانور یاد میگیره، با پاداش یاد میگیره این رفتار رو به شکل بهتری بروز بده. پس در ادامه به این رفتار میگیم شرطی شدن فعال، نوعی یادگیریه که در اثر پاداش یا تنبیه رخ میده، که تو این مورد پاداشه. به این ترتیب جوجه میآموزد تا دقیق تر نوک بزنه. پس بچه ها نوک زدن منقار والد میشه غریز، نوک زدن دقیق منقار والد در جوجه کاکایی بحثمه میشه چی؟ یادگیری. بنابراین جوجه کاکایی تجربه، واژه تجربه خیلی مهمه، رفتار غریزیش رو تغییر میده. واژه تغییر دو تا واژه است که خیلی اینجا مهمه و این رفتار نتیجهش اینه که اصلاح بشه. خب پس بریم سراغ تعریف یادگیری. جانوران در محیط تجربه های گوناگونی به دست میارن که رفتارشون تغییر میکنه. این دوتا کلید واژه خیلی مهمن توی بحث یادگیری. تغییر نسبتاً پایدار. بچه ها تغییراتی که در رفتار در اثر یادگیری رخ میده 100% پایدار نیستن، نسبتاً پایدارن. یعنی چی؟ یعنی دوباره رفتار احتمال تغییر داره و میشه بازم تغییرش داد. 100% پایدار نیست، ولی اگه دنبال تغییرش نباشیم میتونه نه ادامه پیدا بکنه. که در رفتار در اثر تجربه به وجود میاد بهش میگن یادگیری. خب حالا بریم سراغ انواع مختلف یادگیری، در موردشون صحبت بکنیم. این هم یه شکلی است که دقیقاً داره نشون میده مثلا جوجه دو روزه نوک زدنش به چه صورت. جوجه تازه از تو خارج شده، بچه ها جوجه تازه از تو خارج شده در کاکایی، نه هر پرنده ای، هر پرنده این رفتارو نشون نمیده. جوجهش اگه دقت بکنید دقیق نوک نمیزنه، پراکنده داره نوک میزنه به منقار مادر. این رفتار غریزیه، این رفتار غریزیه. نوک زدن جوجه دو روزه دقیق تر شده، این یادگیریه، این یادگیری. آقا اگه ازمون کلن پرسیدن نوک زدن جوجه کاکایی، خب باید غریزی در نظر بگیری. ولی اگه واژه دقیق اومد وسط، نوک زدن دقیق، نه این حاصل یادگیریه، این غریزی نیست، نوک زدن دقیق. خب بچه ها بریم سراغ انواع یادگیری. اولیش عادی شدن. عادی شدن چیه؟ بعضی از والدان هستن خیلی توپ و تشر واسه بچه میان ولی عملا هیچ کاری انجام نمیدن. بچه ها اینجا داره یادگیری از نوع عادی شدن رخ میده، مثالی که زدن. حالا مثال کتاب در رابطه با مترسک هاست، ببینیم عادی شدن به چه صورته. بچه ها اگه یه محرکی به صورت تکراری به یک جانور عرضه بشه، به صورت تکراری هی تکرار بشه بدون اینکه سود یا زیانی داشته باشه، بدون اینکه سودی یا زیانی، گفتم مثلا یه والدم جوی توپو تشر میاد، یا یه شخص به مرور طرف میگه نه این کاری انجام بده نیست، نتیجه پاسخی که جانور میده در حالت عادی کاهش پیدا میکنه و به مرور اصلا یاد میگیره هیچ پاسخی نشون نده. یعنی بار اول ممکن بود یه خورده بترسه، به مرور دیگه اصلا نمیترسه، یه تغییر در رفتار. اینو میگیم خوگیری یا عادی شدن. موارد زیادی ها میشه مثال زد، کتاب یه سری مورد مثال زده. مثلا میگه جوجه پرنده اول برگایی که میافتادند و بالا سرش میبینه، ابتدا سر خودش ها میاره و مثلا فرض بگیر به محرک ها پاسخ میده، ولی وقتی دید این کار تکرار شد میبینه نه زیانی واسش نداره و نتیجه به این محرکا پاسخی نشون نمیده. در ادامه کتاب یه مثال دیگری هم زده برای
خوگیری مثلا رفتاریه که یک پرنده به یه مترسک نشون میده، ابتدا ممکنه پاسخی نشون بده، در ادامه پاسخی نشون نمیده. خوگیری بچه ها موجبه چی میشه؟ بچه ها یه نکته مهم توی این فصل، یکی از فصل های هست که پایه ثابت کنکور بوده. شاید تعجب بکنه، آقا این فصل که راحته، ولی همیشه پایه ثابت کنکور بوده. یکی از نکات خیلی مهم تو این فصل اینه وقتی ویژگی هایی برای یه رفتار گفته میشه، طراح میاد از این ویژگی ها استفاده میکنه. مثلا این جمله آخر را دقت بکنید، نوعی رفتار که در این رفتار جانور یاد میگیره انرژی خودش را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ بکنه. جای خالی حالا چهار تا جمله. این رفتار اسمش چی از خوگیری. بنابراین جملاتی که شما در یه رفتار میبینید توی این قسمت یادگیری یا برای یه رفتار، بچه ها مربوط به اون یه رفتاره و یه اشتباه مرتکب نشید، نگید آقا این جمله را میشه برای رفتارهای دیگر هم به کار برد. تعمیم ندید. اگه کتاب دو این جمله را به کار برده، انرژیش را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ بکنه با انجام این رفتار، بگید این جمله مال چیه؟ خودگیریه. پس خودگیری موجب این اتفاق میشه با چشپوشی از محرک های بی اهمیت انرژیش را حفظ بکنه، حفظ انرژی انجام بده. این خیلی مهمه که جملات خاص یک رفتار همیشه تو ذهنتون باشه. پس حفظ انرژی برای انجام فعالیت های حیاتی مال خوگیریه. من میدونم شما ممکنه بیاد استدلال بکنید آقا تو رفتارهای دیگه یادگیری هم میشه مطرحش کرد، من قبول دارم، ولی طراح کنکور اینا قبول نداره. میگه آقا اگه یه جمله ای در قالب یه رفتار اومد فقط مال همون رفتار. بریم سراغ شرطی شدن. بچه ها یه آقای بود به نام پاولوف. این آقا یه سگی داشت، سگش هم خیلی دوست می داشت، بهش غذا می داد. خب بچه ها سگ وقتی غذا رو می دید، ترشح بزاق درش صورت می گرفت. یا بهتره بگم، حالا کتاب میگه ترشح بزاق صورت میگیره، ولی بهتره بگم ترشح بزاقش افزایش پیدا میکرد خیلی زیاد، طوری که میتونست این ترشح بزاق مشاهده بکنه. به قول معروف آب از لب و لوچش آویزون میشه. خب بچه ها غذای محرک طبیعیه و یه پاسخ طبیعی هم داره ترشح بزاق. آقا این پاسخی که داده میشه غریزه یا یادگیریه؟ بچه ها این 100% غریزیه، حاصل یادگیری نیست، به صورت غریزی اتفاق میفته. با دیدن غذا این که ترشح بزاقی صورت میگیره، جانور اینو یاد نگرفته، این به صورت غریزی اتفاق میفته. این یه مطلب. حالا این آقای پاولوف دید گاهی میاد به این سگ نزدیک میشه ولی بدون اینکه غذای دنبالش باشه، ولی بازم سگ آب از لب و لوچش آویزونه. گفت خب من که الان غذا ندارم، چرا این اتفاق داره رخ میده؟ به ذهنش رسید یه آزمایشی در راهی بکنه. این آزمایش به این صورت بود، اومد وقتی غذا میداد به سگ، یه زنگی یا کتاب میگه به صدا در آورد. جالبه این گفته میشه که یه ترجمه اشتباه از سوت زدن بوده، صدای زنگ اصلش نبوده، سوت میزده، ولی حالا کتاب میگه صدای زنگ ما قبول میکنه. اومد چی کار کرد؟ گفت همراه با غذایی که به جانور میدم یه زنگی یا به صدا در میاد. چندین بار اینا تکرار کرد، چندین بار تکرار کرد، چندین روز تکرار کرد. بعد گذشته چند هفته یک بار بدون اینکه غذای در کار باشه زنگ و به صدا در کار. دید ترشح بزاق سگ رخ داد. خب گفت زنگ در حالت عادی نمیتونه در یه سگ باعث ترشح بزاق بشه، به شرطی میتونه باعث ترشح بزاق بشه که همراه با غذای محرک طبیعی به جانور عرضه بشه که من این کار اومدم انجام بدم. پس صدای زنگ شد یک محرک شرطی، چون به شرطی باعث بروز این پاسخ میشه ترشح بزاق که همراه با محرک طبیعی عرضه بشه.
و پاسخی هم که الان جانور داره میده به صدای زنگ میشه یه پاسخ شرطی. بچه ها ترشح وزاق میتونه یه پاسخ طبیعی باشه، تو همه سگا این هست، میتونه یه پاسخ شرطی باشه در یه سری سگ ها، به شرطی که صدای زنگ ها همراه با غذا دادن شنیده باشه یا هر چیز دیگه. بچه ها الزامن به صدای زنگ نی، ممکنه در اون زمان اومده باشه یه حرکتی انجام داده باشه، یه دستی زده باشه یا هر کار دیگه. اینا بهش میگن شرطی شدن کلاسیک یا غیر فعال. بچه ها تو شرطی شدن کلاسیک یا غیر فعال ما یه تغییر رفتار داریم. رفتار اصلیمون چی بوده؟ ترشح وزاق در پاسخ به دیدن غذا. تغییر کرد، در پاسخ به زنگ رخ داد. اینا میگیم شرطی شدن کلاسیک یا شرطی شدن غیر فعالم بهش گفته میشه. کتابتون در موردش صحبت نکرده واژه غیر فعال. صدای زنگ میگه یه محرک شرطیه، در صورتی باعث بروز پاسخ میده که با محرک طبیعی همراه باشه. محرک طبیعی چیه؟ بحث غذاست، دیدن غذا، دریافت غذاست. غذای محرک چیه؟ طبیعی حساب میشه. پس غذا محرک طبیعیه، ترشح وزاق یه محرک چیه؟ عزم خام، ترشح وزاق یه پاسخه که در پاسخ به، حالا اگه غذا باشه میگیم یه پاسخه طبیعیه اصطلاحا، اگه در پاسخ به صدای زنگ باشه میگیم یه پاسخه چیه؟ شرطی. اینا بهش میگیم شرطی شدن کلاسیک یا شرطی شدن غیر فعال. این در رابطه با این قسمت. خب پس من این قسمت ها بازم تأکید میکنم، وقتی محرک شرطی با محرک طبیعی همراه بشه، نتیجهش محرک شرطی در ادامه بی تنهایی میتواند باعث پاسخ ترشح وزاق بشه، به شرطی که قبلا همراه با محرک طبیعی به جانور عرضه شده باشه. اینو میگیم شرطی شدن کلاسیک. بچه هم مثال های زیادی از شرطی شدن کلاسیک وجود داره. توی سیرکا خیلی از مواقع کارهایی که یاد میدن به جانور با محرک حالا شرطی هست و میتونم بگم شرطی شدن کلاسیک. و اگه میبینید مثلا فرض بگی حالا یه جسمی ها به حرکت در میاره، یه حرکتی انجام میده، جانور یه کاری انجام میده، دقیقا اومده این کار انجام داده. یه مثال سادش ها بزنم، مثلا اسب را میان یه جایی که حالا میتونم بگم اون سطحش را میتونن داغ بکنن قرار میدن، و وقتی اسبش دستاش رو بالا برد مثلا طرف دست میزن، دوباره این کار رو تکرار میکنن، وقتی دست رو برد بالا طرف مثلا دست میزنه، چندین بار این کار تکرار میشه. روز سیرک چی کار میکنن؟ بدون اینکه داغ شدن در کار باشه، طرف دست میزنه، تا دست میزنه این دست ها رو میاره بالا و به این صورت شرطیش میکنن به این شکل، شرطی شدن کلاسیک. بچه ها ما نسبت به یه سری چیزها شرطی شدیم از نوعی کلاسیک، مثلا نسبت به تاریکی، نسبت به حتی من میتونم بگم قبرستان، ما به صورت کلاسیک شرطی شدیم. بی آزارترین آدم اونجا و شما پاتون از اونجا بیرون بگذارید، آزار و اذیت و خطر و همه چیز وجود داره، ولی چون داستانهای وحشتناکی از تاریکی از اونجا واسه ما تعریف کردن، نتیجهش این شده ما نسبت به اینا شرطی شدیم. و یه بخشی از مشکلات رفتاری گاهی توی آدم و بچه ها ناشی از همین شرطی شدن هست از نوعی کلاسیک. حالا بریم سراغ شرطی شدن فعال ببینیم این چیه. شرطی شدن فعال توسط یه دانشمندی مطرح شد به نام اسکینر. این آقا یه جعبه ای داشت، موش گرسنه را تو این جعبه قرار میداد و یه اهرمی داشت داخل این جعبه. این اهرم اگه خم میشد غذا در اختیار موش قرار میداد. خب موش ابتدا وقتی توی جعبه داره حرکت میکنه، اتفاقی ممکنه به این اهرم بخوره. وقتی به این اهرم خورد غذا دریافت میکنه، پاداش.
دوباره حرکت میکنه، بعد یه مدت گرسنه میشه، اتفاقی هم برخورد میکنه، دوباره اهرم فشار داده میشه، پاداش. این کار هی تکرار میشه، تکرار میشه. بچه ها دقت بکنید، در شرطی شدن چه کلاسیک چه شرطی شدن فعال، تکرار خیلی مهمه. کلن تکرار تو بحث یادگیری اهمیت زیادی داره. خب این کار تکرار میشه، تکرار میشه، و حالا هر یادگیری نمیگیم بحث تکرار مطرحه، فعلا تا الان خوگیری ها دیدیم بحث تکرار اهمیت داره، تو شرطی شدن هم اهمیت داره. این ای تکرار میشه، ای پاداش داده میشه، جانور به مرور یاد میگیره این اهرم ها فشار بده. اینا میگیم شرطی شدن فعال. شرطی شدن فعال بچه ها ناشی از تنبیه هم میتونه باشه. الان جانور یه رفتاری را یاد گرفت که انجام بده. حالا فرض بگیرین شما یه موشی یا یاد گرفته باشن یه اهرم فشار بده، میخوای دیگه فشار نده اهرم، چجوری بهش یاد میدی؟ چجوری تغییر در رفتارش ایجاد میکنی؟ خب میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم یه شوکر وصل بکنیم به مثلا این جعبه. حتی شوکری که میگم شوکایی با ولتاژ ضعیف میان این کار واقعا انجام میدن، واقعا انجام میگیره این کار. و مثلا یه رومو قرار میدن، موشی که یاد گرفته یه رومو فشار میده، یه شوک ضعیف بهش وصل میشه. قضایی هم در کار نیست، قضایی هم در کار نیست. بچه ها اینجا تنبیه داره میشه، به مرور یاد میگیره این رفتار را تغییر بده و در نتیجه این رفتار را انجام نده. همینجا یه نکته، بچه ها اگه موشیا بگذاریم داخل همین جعبه اهرما فشار بده و غذایی در کار نباشه، من الان گفتم شد غذا در کار نباشه، به مرور چه اتفاق رخ میده و چه نوع حالا میتونیم بگیم یادگیری اتفاق میفته به مرور؟ چه نوع یادگیری فکر میکنید؟ هیچ غذایی در کار نباشه، یه موشی ها قرار دادیم اینجا، اهرام ها که فشار میده، هیچ غذایی در کار نباشه، فکر میکنید چه نوع یادگیری رخ بده با توجه به صحبت های تا الان؟ خوگیری. چرا؟ چون سود و زیان نداره فشار دادن اهرام. خیلی دقت بکنید. پس اهرم اگه پاداش یا تنبیه بده میشه شرط شدن فعال. اگه هیچ نتیجه ای نداشته باشه، اهرم فشار میده مینه، هیچ اتفاقی رخ نده، خوگیری یعنی چی دیگه؟ اصلا این رفتار انجام نمیده، عادی شدن یا خوگیری اتفاق میفته. پس در شرطی شدن فعال جانور می آموزد به این رفتار خود با پاداش یا تنبیه ارتباط برقرار بکنه، بگه این پاداش دلیلش این رفتار بوده، پس من این رفتار رو بهتر انجام بدم، یا دلیل این تنبیه این رفتار بوده پس انجام ندم، و در آینده رفتاری را تکرار بکنه یا اصلا انجامش نده. حالا متوجه میشید که دقیق نک زدن جوجه کاکایی به منقار مادر، حالا یا والد، کلا میگم والد، حالا هر کدوم میخواد باشه، به منقار والد حاصل شرطی شدن فعاله. با دریافت پاداش یاد میگیره دقیق تر کجا نک بزن. بچه ها یه پرنده یا اینجا داره صحبت میکنه که اومده یه پروانه را بلعیده، دوچار تهوع شده پروانه مونا. تجربه بهش میگه دیگه سراغ این نوع پروانه نرو. و این چه نوع شرطی شدنیه؟ بچه ها شرطی شدن کلاسیکه یا شرطی شدن فعال؟ کدوم شرطی شدن؟ شرطی شدن فعال. بریم سراغ حل مسئله. بچه ها دو مورد دیگه یادگیری خیلی خاصه. اولیش حل مسئله است. حل مسئله ببینیم چه ویژگی هایی داره. اولا برخی از جانوران میتونن انجامش بدن، هر جانوری توانایی حل مسئله نداره. بچه ها تو موارد قبلی میتونم بگم محدودیتی وجود نداره واسه جانوران، یعنی از ساده تریناش هم میشه رفتارهای قبلی ها واسه شون
مطرح کرد، ولی حل مسئله رو شما نمیتونید برای یه اسفنج مطرح بکنید، یه هید مطرح بکنید، یه سری جانوران این کار رو انجام میدن. این یه مطلب. دوما خب میگه از تجربه های قبلیش برای حل مسئله استفاده میکنه، مثلا در مورد شرطی شدن کلاسی یا فعال از تجربه های قبلی استفاده نمیشه و میتونم بگم تجربه های جدید به مرور باعث بروز یک رفتار میشن، ولی این میگه تجربه هایی که قبلا داشته. حالا مثال بزنیم که بهتر متوجه بشین آقا یعنی چی تجربه های قبلی. مثلا یه میمون قبل از اینکه توی این اتاق قرار داده بشه از قبل تجربه داره که اگه بره روی یک سنگ به یک شی نزدیک میشه. این تجربه ها از قبل توش وجود داره. میمونه را قرار دادن توی اتاقی، موزم اینجا آویزون کردن، یه سری جعبه هم قرار دادن. موقعیت کاملا جدیده. پس یه ویژگی خیلی مهم حل مسئله اینه که موقعیت کاملا جدیده. ولی جانور تجربه های مشابهی داره، عین این تجربه را نداره، موقعیت کاملا باید جدید باشه. ولی تجربه های مشابهش مثلا این بوده که روی یه سکوی جایی بره به یه شیی نزدیک میشه، میاد از این تجربه ها استفاده میکنه از تجربه های گذشتش و در نتیجه این مسئله را حل میکنه، مسئله ای که کاملا جدیده. این حالا میتونیم بگیم حل مسئله را به شکل دیگری هم انجام میدن. مثلا میمونی ها قرار میدن داخل چنین اتاقی و یه سری استوانه که قابل اتصال به هم دیگه است قرار میدن داخل این اتاق، یا انواع طراحی ها برای حل مسئله وجود داره. خب پس نکته ای که توی حل مسئله وجود داره بچه ها موقعیت جدیده، خیلی مهمه. بحث دیگه تکرار در کار نیست، یه موقعیت جدید باید حلش بکنه و جانور بین تجربه هایی که قبل از این داره، تجربه های قبلیش خیلی مهمه، و این موقعیت ارتباط برقرار میکنه و آگاهانه برنامه ریزی میکنه. این واژه رو دقت بکنید، مال حل مسئله. خب حالا رفتارشناسان حل مسئله جانوران در محیط طبیعی هم بررسی کردن، مثلا شامپانزه را بررسی کردن، دیگه دیدن برگای شاخهای نازک درختان را جدا میکنه و از اونها استفاده میکنه، میفرسته داخل لوله موریانه و موریانه ها را میفرسته بیرون تا بخوره. این حل مسئله حساب میشه، این حل مسئله حساب میشه چون موقعیت کاملا جدیده. یا مثلا این میگه این جانوران از تکه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش میان استفاده میکنن، پوست سخت میوه ها را میشکنن. این هم حل مسئله حساب میشه. بچه هم مثال های هر مورد را دقت بکنن. یا میگه اینجا یه کلاغی هست کشف کرده چگونه تکه گوشت آویزان را از انتهای نخ به دست بیاره، میگه هر بار این نخا میکشه بالا، پاشا روش قرار میده و در ادامه میتونه به گوش برسه. کلاغ از این مورد هر مسئله مثالای زیادی دارن و یه مستندی بود در موردشون صحبت میکرد که مثلا یه سرشون گردوهایی که میگرفتن میمدن مینداختن روی مثلا فرقی جایی که سفت و سخت بود، مدل پیشرفتشون یه کلاغی رو نشون میداد که میمد جایی که آبر پیاده رد میشد توی یه خیابون، اونجا گردوها مینداخت، آبرای پیاده که رد میشدن این گردوها میشکوندن و بعد میمد این میخورد. وقتی که چراغ حالت برای آبر پیاده قرمز میشد، ماشینی هم نبود و دقیقاً این حل مسئله حساب میشه برای یک کلاغ که یک پرنده هم حساب میشه و ممکنه فکر کنید پرندگان نمیتونن حل مسئله انجام بدن، ولی میتونن و اینم حل مسئله. خب بریم سراغ نقش پذیری. بچه ها نقش پذیری یه رفتاری است که یادگیریه، ولی بعضی ها فکر میکنن غریزی. مثال ساده شا بزنم،
جوجه یک پرنده از تو خارج میشه، دنبال مادرش حرکت میکنه. آقا این که غریزیه. نه این در مورد حداقل جوجه قاز یادگیریه و بهش میگیم نقش پذیری. چرا؟ دلیلش بچه ها، اگه این غریزی بود، این جوجه قاز اگه از تخک خارج میشد، مادرش نبود و یه مثلا فرقی آقای اونجا قرار داشت، دنبالش حرکت نمیکرد. چون رفتار غریزی گفتیم در افرادی از یک گونه که این رفتار رو نشون میدن به یه شکل بروز میکنه، در حالی که ما وقتی جوجه قازا بررسی میکنیم میبینیم اینطوری نیست، به یه شکل بروز نمیکنه. اگه یک فرد دیگری اونجا باشه دنبال اون حرکت میکنه و اونا به عنوان مادر خودش میشناسه. پس این یادگیریه ولی خیلی ارتباطش با غریزه تنگاتنگه و رفتار غریزی. به قولی میتونم بگم یه پایه غریزی مهم داره. اون پایه غریزیش اینه که جوجه قاز وقتی از تو خارج میشه به دنبال اولین شی متحرک بره. تا اینجا غریزی، تا اینجاش غریزی. ولی اینکه نگاه بکنه ببینه این اولین شی متحرک چیه، دنبال اون بره، فرقی هم واسش نمی کنه که چی باشه، اینجاش میشه یادگیری. مثلا یاد میگیره دنبال یک حتی جانوره دیگه، ممکنه یه گوسفندی اونجا باشه، دنبال اون دیگه از این به بعد بره. این میشه بخش یادگیریش. توی حالا این کارتونه تام و جری هم احتمالاً یه قسمتش چنین چیزی ها نشون میداد که تام این جوجه های از تو خارج شده دنبالش حرکت میکردن و اونا به عنوان مادر میشناختن. دیدین این دقیقا رفتار نقش پذیری ها نشون میداد. بچه ها در ادامه میگه نقش پذیری برای بقای جانور خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون یاد میگیره دنبال مادرش حرکت بکنه و در نتیجه حالا قضا بهش برسه از خطر در امان بمونه. جوجه قازا پس از بیرون آمدن از تخم نخستین جسم متحرکی که میبینن دنبالش حرکت میکنه. این جسم متحرک معمولا مادرشونه، الزاما مادرشون نیست. این دنبال کردن موجب پیوند جوجه با مادر میشه، پیوند جوجه قاز با مادرشان در نتیجه نوعی یادگیری به نام نقش پذیری رخ میده. نقش پذیری نوعی یادگیری است با ویژگی‌های خودش، اولا در دوره مشخصی از زندگی جانور رخ میده. بچه ها من بازم تکرار میکنم اینکه هر جمله ای چه نوع یادگیری ها داره نشون میده مورد علاقه طراح. نوعی یادگیری که در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام میگیره، جای خالی چهار تا جمله. نقش پذیری جوجه قازاتی چند ساعت بعد از خروج از تخم رخ میده. این زمان ها بچه ها بهش میگن دوره حساس. اگه این رفتار الان شکل نگیره، قرار نیست بعدن شکل بگیره که در آن نقش پذیری با بیشتری موفقیت انجام می شود. در ادامه میتونه موفقیت کم بشه یا حتی یه جایی برسه دیگه این اتفاق رخ نده. جوجه قازا با نقش پذیری مادر خودشون رو میشناسن. این شناسایی برای بقای جوجه ها اهمیت خیلی زیادی داره. بدون اون جوجه ها تحت مراقبت قرار نمیگیرن، ممکنه بمیرن. و افزون بر اون جوجه ها برای نقش با نقش پذیری رفتارهای اساسی مانند جستجوی غذا را از مادر یاد میگیرند. بچه ها لابلایی رفتار یه رفتار دیگر هم اومده نشون داده، جستجوی غذا حاصل یادگیریه. خب نقش پذیری در پستانداران هم میگه دیده میشه. مثلا برای که مادرش از دست داده انسان پرورش میده دنبالش را میفته. جالبه تمایلی برای ارتباط با گوسفندهای دیگه هم نشون نمیده، دنبال اولین فرد حرکت میکنه که میتونه یه انسان باشه. حالا بریم سراغ جمله های آخر در رابطه با این موضوع. امروز پژوهشگران میکوشن از نقش پذیری در حفظ گونه. بچه ها دوباره این خیلی مهم. پارسال یکی از تست های کنکور
حالا پارسال که میگم منظورم 2 سال پیشه، حالا بخوایم حساب بکنیم. یکی از تستای کنکور همین بود که نوعی رفتار که در حفظ گونه های جانورانه در خطر انقراض استفاده میشه. حالا شما هی بالا برو پایین برو بگو آقا در با شرطی شدن هم ما میتونیم برای حفظ گونه استفاده بکنیم، باشه، ولی کتابت برای کدوم رفتار گفته؟ میگه از نقش پذیری برای حفظ گونه ها استفاده بکنیم. به چه صورت؟ ممکنه بچه ای به دنیا بیاد و مثلا والدش در اختیار نباشه، بمیره. ما میگیم خب اگه این نقش پذیری وجود داشته باشه میتونیم ازش استفاده بکنیم و در نتیجه یک فردی را مسئول این بکنیم که حالا این فرد نقش مادر را به عهده بگیره واسه این حالا نوزادی که متولد شد. مثلا آنها برای پرورش جوجه پرنده هایی که والدینشون رو از دست میدن تحت مراقبت انسان به دنیا اومدن، میان حتی بچه ها میگه صدای پرندگان همان گونه را پخش میکنن و افرادی که از این جوجه ها نگهداری میکنن ظاهرشون رو شبیه میکنن و مانند اونا رفتار میکنن. هرچه حالا میتونیم بگیم به خود اون گونه نزدیکتر باشه ظاهر اون فرد، اون رفتار به شکل قوی تری بروز میکنه. البته بازم تاکید میکنم الزامی بر این نیست. تو کتاب های قبلی چنین صحبتی بود یا آقای بود به نام لورنس و خودش بدون اینکه ظاهرش را بخواد شبیه بکنه حرکت میکرد، جوجه قازها هم قشنگ دنبالش حرکت میکرد. بریم سراغ بحث بعدی. بچه ها یه سری رفتار 100% پس غریزی شدن. نک زدن منقاره والد توسط جوجه کاکایی، لانه سازی پرندگان، مراقبت مادری در موش، اینا 100% غریزی شد. یه سری رفتار حاصل یادگیری هن. بچه ها رفتارهایی که حاصل یادگیری هن در اصل میشه گفت برهم کنش غریزه و یادگیری هن. برهم کنش هر دوتا هستن. مثال بزنم، مثلا در مورد شرطی شدن فعال جعبه اسکینر و غذایی که دریافت میشه، اینکه جانور میتونیم بگیم حالا یا شرطی شدن کلاسیک، این بحث غذا و رفتارهای طبیعی که جانور نشون میده، این رفتارهای طبیعی حالا میتونیم بگیم به صورت غریزی اتفاق میفته. مثلا ترشح بزاق در پاسخ به دیدن غذا، این یه چیزی هست که به صورت غریزی اتفاق میفته، ولی ما اومدیم این رفتار غریزی ها تغییرش دادیم و در نتیجه یادگیری رخ داده. پس شما توی هر یادگیری میتونی یه بخشای غریزی پیدا بکنی. بعضی ها میگن مثلا آقا تایپ کردن یه نوع یادگیریه، آقا این بخش غریزش کو؟ و چون مسیرهای عصبی که وجود داره برای حرکت انگشت، اونو بحث غریزیه دیگه، یعنی بحث ژنی. شما قسمتی که میتونید بگید این قسمت برنامه ریزی ژنی داره، این میشه بخش غریزی مربوط به اون رفتار. بیشتر رفتارهای جانوران محصول برهم کنش ژنها، یعنی همون پایه غریزی، و اثرهای محیطی. اثرهای محیطی یعنی بحث یادگیری که جانور در آن زندگی میکنه. همانطور که در رفتار درخواست غذای جوجه کاکایی دیدیم، این رفتار غریزی به طور کامل در جوجه‌ای که از تخم بیرون میاد بروز پیدا نمیکنه. پس جوجه‌ای که خارج میشه بخش غریزیش اینه، دنبال اولین شی متحرک در مورد جوجه کاکایی آن داره صحبت میکنه. من فکر کردم در مورد جوجه قازها صحبت میکنه که اونم حالا بحث اینه که قسمت غریزیش، بازم من تاکید میکنم در مورد جوجه قازها رفتار نقش پذیرشون قسمت غریزیش اینه که وقتی خارج میشه از تخم دنبال اولین شی متحرک بره. قسمت یادگیری اینه که اون شی متحرک چی باشه. در مورد جوجه کاکایی قسمت غریزی چیه؟ جایی که نوک بزنه به منقار والد، ولی اینکه دقیق بشه میشه یادگیری. پس به شکل کامل بروز پیدا نمیکنه. برای شکلگیری کاملش یعنی دقیق نک زدن برهم کنش جوجه و والدن و کسب تجربه، یعنی اینکه اگه جای مناسب نک زد پاداش دریافت بکنه، اگه جای مناسب نک نزد پاداشی دریافت نکنه. جانور اساس ژنی لازم برای انجام این رفتار را داره،
اساس ژنیش وجود دارد و همچنانی که رشد میکند از آموختهای خود از محیط تجربه واژه تجربه یعنی یادگیری تجربه دست میاره و در نتیجه اون رفتار رو چیکار میکنه؟ تغییر میده، اصلاحش میکنه. مثل این میمونه ترشوه بزاقا ما اساسش ها میگیم اون سگ داشت، ولی با تجربه متوجه شد که مثلا حالا تجربهش باعث شد که در پاسخ به صدای زنگم این ترشوه بزاق رخ بده. یادگیری برای بقای جانوران لازم است. خب بچه ها، جانوری که یاد نگیره یعنی تغییر در رفتار نمیتونه نشون بده. تغییر رفتار نشون ندادن یعنی شانس بقا کاهش پیدا بکنه. چرا؟ بریم سراغ یه سری جمله که بچه ها ما تو بحث های قبلی هم شبیه این جملات رو داشتیم. قبلا صحبت کردیم محیط جانداران، حالا جانوران هم همینطورن، همواره در حال تغییر است. محیط تغییر میکنه و چون ما این بحثا تو انتخاب طبیعی داشتیم که محیط تغییر میکنه و در نتیجه دو مدل میشن حالا اون جانداران، یه سری با این محیط جدید سازگارن، یه سری سازگار نیستن. سازگار نیستن هست میشن، سازگارها زنده میمونن، تولید مثل میکنن، اینو میگیم انتخاب طبیعی. اون یه بحث بود. یه بحث دیگه اینجا اینه که وقتی محیط تغییر، اونجا اینجوری نبود بگیم جاندار خودش رو تغییر بده، جاندار یا زنده میموند یا میموند. اینجا بحث اینه که مثلا یک جانور با تغییر محیط میتونه یه سری تغییر در رفتاراش نشون بده. جانوران باید بتونن در این شرایط در حال تغییر زندگی بکنن، به تغییرات پاسخ بدن و در نتیجه رفتاراشون رو تغییر بدن و به این ترتیب برهم کنش ژن‌ها و یادگیری امکان سازگار شدن جانور با این تغییرات رو فراهم میکنه. بچه اونجا جانور سازگار نمیشد تو بحث انتخاب طبیعی. جانور سازگار زنده میمون، جانور ناسازگار میمرد. اینجا میگه امکان این وجود داره که مثلا یه جانوری قبلش سازگار نباشه ولی وقتی محیط تغییر کرد این رفتارش رو عوض بکنه، با شرایط جدید سازگار بشه. بچه ها این در رابطه با رفتارهایی که قابل تغییرن. اونجا بحث صفاتی بود که قابل تغییر نبودن، مثلا رنگ مودی که قابل تغییر نیست. حالا بحث یه سری مثلا روباهای قطبی هستن که رنگ موشون تغییر میکنه، اون یه بحث دیگه است. منظورم اینه خرس سفید دیگه نمیتونه رنگ موش عوض بکنه وقتی اومد تو جنگل، پس میمیره، اون یه بحث دیگه است، اونو میگیم انتخاب طبیعی. اینجا میگیم نه، جانور مثلا میرسه به یه شرایط جدید. فرض بگین قبلا کنار یه رودخونه ای بوده، از این رودخونه ماهی به دست میاد، حالا شرایط تغییر میکنه، یه دریاچه میشه. اینکه از یه دریاچه چجوری ماهی به دست بیاره باید یاد بگیره که چجوری این ماهی از اینجا به دست بیاره، تغییر در رفتارش باید نشون بده و اگه تونستین تغییر انجام بده زنده میمونه، نتونستین تغییر در رفتار انجام بده زنده نمیمونه. پس بچه‌ها دقت بکنین در مورد رفتار ما میتونیم بحث تغییر را مطرح بکنیم. قبلا بحثمون چیز دیگری بود، گفتیم صفات ها نمیتونه جانور عوض بکنه، یه سری صفت داره، قدش اینه، ویژگی هاش اینه، این صفات ها نمیتونه عوضش بکنه. حالا ممکنه این بحث را مطرح بکنید که یه سری صفات قابل تغییر هستن، بله اون صفات دیگه حالت رفتاری پیدا میکنن، قابل تغییرن. مثلا مهارت در دویده میتونه اینا بهترش بکنه یک جانور، یا توی این مورد مهارت نوک زدن به منقار واره یا مهارت به دست آوردن غذایی اصلاحش بکنه و در نتیجه شانس بقاش افزایش بده. بریم سراغ یه فعالیت و بعد از اون چند دقیقه استراحت و ادامه مطلب اونا بگیم. بچه ها در مورد شقایق دریایی صحبت میکنه، یکی از انواع مرجانیان دیگه. میگه با تحریک مکانیکی تماس بازوهاشو منقبض میکنه چون سل ماهیچه‌ای داخلش وجود داره، اما به حرکت مداوم آب پاسخ نمیدهد. بچه ها چه اتفاقی رخ داده که به
حرکت مداوم آب پاسخ نمیده. دقیقا خوگیری یا عادی شدن اتفاق افتاده. حالا این خوگیری مال قبلی بوده فکر میکن. پس عادی شدن یا خوگیری اتفاق افتاده برای این جانور. پس در حد شقایق دریایی هم ما بحث رفتار خوگیری ها داریم و بحث سیرک مطرح میکنه اینجا. بچه ها این بحث سیک بحث شرطی شدنه. حالا میتونه از نوع کلاسیک باشه، میتونه از نوع فعالم باشه. خب این در مورد گفتار اول. چند دقیقه استراحت.